بله دوستان و شنوندگان عزیز، ارتباط ما با خانم وفا برقرار شده و از این لحظه و تلفن ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود. خانم وفا، ما سلام و درود فراوان می‌کنیم خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و با تبریک سال 99 ایرانی به شما و عید سعید باستانی، امیدوارم که این عید بر شما و بر مردم ما در این دوران کرونایی خوش بگذره و به رادیو عصر جدید خوش اومدید. یک دنیا ممنون. من هم عرض تبریک دارم خدمت یکی که هم به تمام عزیزم، همه کسانی که عید نوروز عید ملی شده و جشن میگیرن، همچنین شما جناب آقای جوادزاده. ممنون از اینکه من رو دعوت کردید. امیدوارم که سال نو، سال بهروزی، پیشرفت علم، به خود آمدن، خودانگیختگی، شادی و کامیابی و فائق آمدن بر مشکل و مصیبتی است که جدیداً دامن مردم جهان رو گرفته. امیدوارم شاهد این باشیم در سال جدید. بفرمایید، در خدمت هستم. اتفاقا در گروه ها و تلگرام و و و اعلام کردیم که گفتگوی ما با شما در همین رابطه است، در رابطه با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. و امروز در کمتر از 24 ساعت در ایتالیا بیش از 600 نفر جان خودشون از دست دادن. خواستم بگم این بپرسم در رابطه با ایران اطلاعات شما چقدر هست و چه راه حلهایی موجود هست و مردم ایران چه روشی را در پیش بگیرن که حداقل تلفات کم بشه. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، داده ها و اهم مهم را با ما و با شنوندگان در میان بذارید و راه حل ها را هم اگر مناسب یافتید با شنوندگانمون در میان بذارید. قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم، اول جا داره که تسلیت عرض کنم خدمت ملت ایران به علت از دست دادن کسانی که عزیزانشون که در این به علت مبتلا شدن به این بیماری فوت کردن، همچنین خصوصا کادر پزشکی ایران و پرستاران شجاع ایران که ایرانی را از مهلکه مرگ نجات میدن با جان خودش، جان شریف خودشون، و مثل گل لاله پرپر میشه. من بسیار گریستم واقعا لیست این انسانهای شریف زحمتکش تحصیل کرده خبره ایران رو که دیدم، بسیار بسیار غمگین شدم و گریستم. از یه طرف ببینید، هر فوت هر یک نفر زیاده، هر جان باخته زیاده. امروز دوستان ما به ما اطلاع دادن در آن شهری که هستن فقط 5 تا دکتر همین امروز در شمال ایران جان خودشون از دست دادن. واقعا غم‌انگیزه و واقعا آدم احساس مسئولیت میکنه نسبت به اینها. من خودم یه فیلم دیدم از یک پرستار شریفی، خانومی که خودش دچار تست مثبت کرونا شده بود و تب هم داشت و با وجود به جایی که بر روی تخت بخوابه، چون میدونست که کادر پزشکی نیاز داره و تخصص داشت تو کارش، بلند شده بود و کمک میکرد و داشت کار میکرد با وجود تب بالا در بیمارستان. به هر حال خود من شخصا از فوت آقای رئیس دانا بسیار غمگین شدم، به خاطر اینکه انسانی دانا بود، واقعا شجاع، صریح و عاشق طبقه زحمتکش، و خود من از کتابایشون بسیار استفاده بردم. واقعا من غمگین شدم. میگم برای این تسلیت رو به همه کسانی که از دست رفتن رو باید عرض کرد، ولی خب هستن کسانی که آدمی احساس به اصطلاح عاطفی مستقیمی باشون داره. به هر حال این چالش کرونا یک چالش جهانی است. از دید من بعد از جنگ جهانی دوم هیچ وقت تمامی کشورها به این معنا جهانی گرفتاری موزل نشدن. حکم مثل حکم اینکه جنگ جهانی سوم رو میشه بگیم داشته داره. اخیراً من هم دیروز بود یا امروز بود نمیدارم، دبیر کل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش اعلام کرد که مبارزه با کرونا یک راه برد یک پارچه و هماهنگ جهانی میطلبه. من بسیار این حرف رو تایید میکنم، اما چه سنگ‌هایی در جلوی این هست، چه نظام‌هایی وجود دارن مثل نظام حاکم بر ایران، نظام ولایت‌فقیه،
که به جز استبداد، دروغ، فساد، خیانت، تزویر، ریا، پخش خرافات کار دیگه نکرد و آنچنان سلب اعتماد جامعه ازش داره که حتی به اصطلاح در این گونه موارد بسیار حساس و اساسی که باید اطلاع رسانی جالبی درستی انجام بشه، اعتماد مردم به رسانه های گروهی که یک فرمی دولتی آنها را میدونن سلب شده. این عدد اعتماد تشدید شده در ایران، یعنی تنها در مسئله کرونا نبود، ما دیدیم در مسئله تحریم انتخابات چگونه این ملت نهی بزرگی به این نظام دادن و گفتن که گفتن و گفتن ما قبول نداریم تو رو، اعتبار و مشروعیت برات قائل نیستیم. و بنابراین به خصوص این ابتلای کرونا بسیاری از ناکارآمدی این نظام، سطح پایین سواد سیاسی حتی دستن در کاران نظام، خرافات انسان آدم هایی که پرورده این نظام هن. اصلا ربطی هم به دین ندارن، دین به اصطلاح مکارم اخلاق، دین انسان رو به درست کرداری، راست گفتاری، راست کرداری، عهد، وفای به عهد، دوستی، کمک، خیر، ایثار، فداکاری، نجات جان بشر، علم، تعقل فرا میخوانه. قرآن رو اگر باز کنه هر انسانی که بخواد وجدان داشته باشه بخونه، مرتب در پایان تقریبا هر دو آیه میگه چرا تعقل نمی کنی، چرا به این در چیزی که علم نداری مهاجه نکن. پس بنابراین این نظامی که اون خیانتی که عرض میکنم، نه تنها خیانت های سیاسی و اقتصادی است، خیانت به باور مردم کرده، اخلاق رو، پایه اخلاق رو زده. ملات اخلاق ملاتی است که هم اقتصاد رو به هم مثل یک به صلاح سریشم و چسب یا سیمان محکمی میگیره، هم نظام اجتماعی رو میگیره. این اخلاق رو با دروغ و تزویر و ریا به صلاح پایه های اجتماعیش رو زده، از بین برده. تا اینکه اما خودش یک ابتلایی است. مردم فهمیدن بین الان دو دسته هستن، یه عده هستن که از این خرافات پرستی که اینها به جای تعقل در به اصطلاح در دین روی آوردن به علم، احترام به دانش که همیشه همه ادیان اون رو به انسان رو به اون فرا می‌خوانن و اخلاق مند بودن، اینها خرافه رو جایگزین کردن. حال این خرافه که رو شده و دیگه به حد افتضاح رسیده و به حد تمسخر رسیده، در انقدر این از روغن بنفشه بگیری تا لیست زدن نمیدونم صحن حرم حضرت معصومه تا به اصطلاح توصیه های چکاندن روغن حنظل در گوش تا ویروس وارد نشه، یعنی دنیای مجازی پر از این به اصطلاح اظهار فضل های پروردگان این نظام. دو دسته شده، یه عده میگن آها این برابر است با دین، حالا سوء استفاده اونوری میکنن و نمیدونن که اگرم شما اومدید همدست این نظام شدید، دین رو با خرافات یکی گرفتید، اخلاق دیگه نمیمونه که جایگزین بشه. و همانند اونهایی که دین رو با از خود بیگانه کردن، یه ضربه اخلاقی و یه خیانتی به اصطلاح به خود همون باور میکنن و نمیدونن که این قدرتی که هر باوری رو، هر دین رو از خود بیگانه میکنه و از محتوا خالی میکنه، همونجور که خودش خالی میشه آن دین یا مرامی رو هم که حتی ممکنه دین نباشه، یک مرام سیاسی باشه، مرام عقیدتی دیگری باشه، اون رو از محتوا خالی میکنه تا به اصطلاح به عنوان وسیله بتونه ازش استفاده کنه. آنهایی که اهل تعقل هستن جدا میکنن این مرزها رو، این خرافات رو به پای این نظام میشانن، به پای یک نظام استبدادی زورگو، چون خرافات با زور سر کار داره، دانش با عقل سر کار داره، این رو از هم جدا میکنن و از مایه اخلاق به اصطلاح جامعه رو به اخلاق مندی میخونن، چون این نبود اخلاقه که ریشه به اصطلاح تیشه به ریشه این جامعه زده و ما میبینیم که بحران پشت بحران جامعه ایران به اش دوچار هست. حالا این یک مصیبت، این کرونا در واقع یه دونه آزمایش شده و
برای جامعه، برای شناخت ارتباطات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بین خود مردم، یعنی از یک طرف جامعه مدنی، از یک طرف به اصطلاح نظام حاکم. این بی‌اعتمادی که ملت به این نظام داره، به این دولت، یعنی مجموعه سه قوه رو منظورم، میتونه یک جایی بسیار دهشتناک باشه، به خصوص در این مصیبت مثلا کرونایی. اگر به عنوان دولت عمومی دارم میگم، منظورم الان نظام ملت فقیه نیست، اگر جامعه چون مجبور دارای در قرنطینه ها بره، با خود خلوت کنه، ارتباطات فرهنگیش قطع میشه، ارتباطات تفریحی اقتصادیش قطع میشه، میتونه این انزوا ایجاد بکنه، انزوای روحی روانی ایجاد. بسیاری از روانشناسا الان دارن در مورد همین زمین صحبت میکنن. ولی از یک طرف در کشوری مثل کشور ما میتونه کاملا ارتباط مردم رو با این نظام قطع بکنه، بلکه به صرافت این بیفتن که مردم ایران به این فکر بیفتن، حتی در اگر از فرصت قرنطینه استفاده بکنن برای یک پالایش ذهنی، پالایش خود و سنجش این که من کجام، نقش من در اجتماع کجاست، چرا کشور من باید دچار این همه بلا به اصطلاح بحران هایی بشه که انسان ساخته است، به وسیله عدم رعایت حقوق، به وسیله تخریب طبیعت به وجود آمده. چرا مثلا نظام پزشکی ایران نباید آمادگی داشته باشه به خاطر اینکه بتونه از عهده این مسئله، چطور مثلا در کشوری مثل فرانسه یا آلمان، با وجودی که اینا مشکلات خاص خود رو دارن، ولی با یک نظام بندی و به اصطلاح اینکه مسئول داره، مسئولاش کارهای خود رو دارن انجام میدن، نه مثل مسئولین این نظام ولایت فقیه هستن که هر کدومشون ضد و نقیض آمارای همدیگر هم نقض میکنن و آمار رسمی خیلی خیلی کمتر از آمارایی است که پزشکان ایران ارائه میدن. چرا اینجا اینا میتونن بر این موضع سوار بشن، ولی در جامعه ایران الان همه دارن هشدار میدن که کشتار بزرگ، حتی سناریو دانشگاه شریف تعیین کرده، مشخص کرده. البته مدل همیشه مطابق با واقعیت کامل نیست، ولی به اصطلاح این پاندمی ها رو بدون مدل سازی نمیشه سنجش کرد که چقدر تلفات میگه. اگر مردم همکاری نکنن، دولت که خانه خواه همکاری نمی کنه در ایجاد قرنطینه، آقای صریحا آقای روحانی اومده میگه نه حالا داریم قرنطینه، نه قبل از عید، نه بعد از عید، امر قرون وسطایی. از که همه کشورها به نحوی نقشه جهان رو که ببینید دارن فرمهای برای سوار شدن بر این موج به اصطلاح ابتلا، فرمهای مختلفی از قرنطینه رو دارن به اصطلاح آزمایش میکنن که این زنجیره به اصطلاح شروع این مسئله رو قطع کنن و فرصت بدن به کادر پزشکی که امکاناتشون محدود. ایران به اصطلاح 15,000 ICU بیشتر نداره، آلمان همین جمعیت داره 27,000 تا داره. پس بنابراین ایران سختر مقابلش مسئلش فائق آمدنش بر این. پس باید مردم همکاری کنن در اون سناریویی که سناریوی دهشتناک سومی که دانشگاه شریف اعلام کرده، که از اساتید دانشگاه شریف همراه با چند محقق دیگر میگه اگر مردم همکاری نکنن، دست به سفر بزنن و در خونه ها نمونن و دولت هم همکاری نکنه و ایجاد قرنطینه نکنه، میشه حد به 4 میلیون نفر در اواخر خرداد ما مبتلا میشن که 3.5 میلیون نفر کشته میده. این اندازه توجه بکنید، اندازه 3 بار جنگ ایران و عراق کشته میده. این مسئله نیست که میشه به شوخی گرفت و شب عید برای خرید گل شب بور نمیدونم سبزه رفت بیرون، یا بگم با خانمی مصاحبه میکرد میگو خانم چرا دارید میرید مثلا شهر خود از تهران دارید میرید مثلا تبریز، میگم نواه هم دلشون تنگ شده برم. میگم خود دلشون تنگ شده باشه، شما ناقلی، میتونی اونا رو مریض کنی، اونا هم میتونن ناقل باشن شما رو مریض کنن. مگر این پزشکا توصیه نمی کنن؟ مگر مرتب پرستارا نمیگن شما ما اینجا کار میکنیم، زحمت میکشیم، شما هم در خانه بمون تا زحمت ما رو بیشتر نکنی؟ حالا این به اصطلاح میتونه این عدم اعتماد به این نظام به علتی که آمارای دروغ، مرتب پنهان کاری ها، آمارای عجیب غریب ضد نقیض، حتی مسئولین بهداشتش هم
آمارای متفاوت میدن، گرفتار وضعیت تحریم هم هست، یک نظامی هم، یک آقایی هم مثل ترامپ اصلا مسئلهش حقوق انسان و بشر نیست، میدونه در این وضعیت اقتصادی حتی درسته که دارو تحریم نیست و غذا جز مواد تحریمی نیست، ولی چون ارتباطات بانکی وجود نداره نقل انتقالات این هم سخته، پاشو کرده در یک کفش که به هیچ وجه ما کوتاه نمیایم از مسئله تحریم و الان تنگینای بیشتری برای مردم ایران درست شده. این عدم اعتماد به این نظام رو زیاد میکنه، بیشتر میکنه، ولی اگر در قبالش جامعه مدنی تصدی امور رو نگیره، یعنی اون پالایشی رو که عرض میکنم باید در این فرصت قرنطینه کرد، به این جامعه به خود نیاد که منی که از این نظام سلب اعتماد کردم و هر چی بگه شده این نظام برم چوپان دروغگو و قبولش ندارم، و ما میبینیم که مثلا به کادر پزشکی بیشتر اعتماد داره و آمار اونا رو بیشتر قبول داره، اگر به این صرافت نیفته که خب پس من باید خود رو بسازم، تغییر از من شروع میشه، از ما شروع میشه. این تغییر رو میشه انسان اگر شروع بکنه و به همه وجود زندگیش تأمین بده، یک جامعه مدنی این تغییرات نباید حتما به اندازه گردش وضعی زمین رخ بده. تغییرات اجتماعی به محضی که اندیشه راهنما عوض میشه میتونه با یک سرعت، یعنی حتی جهشواری، تغییرات اجتماعی رخ بده. وجدان ملی به این صرافت بیفته که ما دچار ضعف جامعه مدنی هستیم، تمام اموراتمون رو به این دولت واگذار کردیم، یک دولت ناتوان، یک دولت خائن. دولت به منظور من فقط دولت روحانی است، به عنوان مجموعه سقوبی، یک نظام پر از تزویر، دروغ، خرافات، ما اعتماد نداریم. پس باید جامعه مدنی خود رو بسه، اون اخلاق و اون مکارم اخلاق رو که خدمتون عرض میکنم که ملات اجتماعیست، ملات حتی اقتصاد هست، این رو ما در میون خود مردم رواج بدیم. حالا ما در این موضوع کرونا، این مدتی که گذشت، شاهد چشمه های بسیار درخشانی از همبستگی ملی بودیم. یک، اولا این شجاعت بی‌نظیر، این فداکاری و ایثار بی‌نظیر کادر پزشکی ایران و پرستاران که اینها بدون مرخصی در حتی بیماری و در حدی که دیگه توان ندارن شروع کردن مسئولیت بزرگ اجتماعی و انسانی خود رو عمل کردن و تقریبا میشه گفت این فشار درمان این مسئله رو دوش این کادر، و این خود میتونه یه الگوی از انسانیت، الگوی معرفت به حقوق باشه برای همه اقشار، که ما هم به همان میزانی که اونها جان فدا میکنن و زحمت میکشن مسئولیت. در شهرهای مختلف، مثلا در شهر شیراز چندین چشمه دیدیم که میوه مجانی میدادن، مواد به صلاح ماسک مجانی میدادن، مواد ضد عفونی مجانی میدادن، میگفتن که کمک میکنیم به صلاح برای خرید، حتی برای آدمایی که مریضن، بیمارن، جوانای حاضر شده بودن برن خرید. در خیلی شهرها من میدونم حتی چشمه های کوچکی که مثلا در کرمانشاه یک مغازه‌داری جلو مغازه ست دستشویی با صابون گذاشته بود در حد وسع و توان خودش، ولی اینا در سطح ملی باید افزایش پیدا بکنه. یعنی این جامعه باید بتونه یک همبستگی ملی و به خصوص حرف‌شنوی به این معنای مثبتش از کادر پزشکی که میگه شما در خانه بمونید تا ما بتونیم این به اصطلاح منحنی این شیوع بیماری رو صاف نگهش داریم، اوج نگیره. حالا این رو من با اجازتون، چون از دید خود من مهمه، من یه نقل قولی میکنم از دکتر آل عباد، یک به اصطلاح فیلمی رو در تلویزیون نشون دادن، بسیار بسیار دکتر علی رضا آل داوود، ببخشید آل داوود، ایشون بسیار بسیار خوب، من چون به صلاح رئیس دانشگاه بیمارستان شاریته برلین که مشاور دولت آلمان هم هست، پروفسور کریستیان گروستن، و ایشون حتی مثلا این تستای آزمایش
کرونا رو اون بیمارستان تحت نظر ایشون درست کردن و به همه جهان هم پخش کردن. هر روز هم نیم ساعت برای مردم توضیح میده. به خوبی این دکتر آل داوود نمیتونست مسئله قرنطینه رو به این شکل واضح توضیح بده. ایشون توضیح دادن آقای آل داوود، میگفتن ببینید ما 3 فاکتور داریم در مسئله مبارزه با کرونا. یه فاکتور این ثابته و اون تعداد بیمارستان ها و تخت های آی سی او ماست که 15,000 تا هست برای 83 میلیون جمعیت. یه فاکتور ثابت دیگه ما این است که این بیماری کرونا هر 16 روزی 2 برابر میشه، یعنی 2 برابر پخش میشه. بعد ارقام اعداد، چون من وقت مصاحبه کمی نمیتونم وارد ارقام اعداد بشم، دقیقا فیلماش روی چیز هست، رو تلگرام هست و خیلی هم دیدن این مسئله رو. بعد توضیح میده که فرض کنید ما یک مثلا 3 تا 16 روز، البته این فیلم مال قدیمی تره، مال این دیروز و پریروز نیست، 3 تا 16 روز ضرب بکنیم، حدود 1 میلیون جمعیت ایران مبتلا بشه. عدد بسیار بالایی، چون تعداد بیمارایی که فوت میکنن یا نیازمند به آی سی او هستن هم توضیح میداد. بعد میگفت که به حد این مقداری، حتی 1 میلیون مبتلا، به حد تعداد آی سی او نیاز بیماران زیاد میشه که ما مجبوریم بعدا تو ورزشگاه ها کف خیابون مربوط مبتلایان به کرونا رو بخوابونیم به درمان. بعد تخت وجود نداره برای بیماران قلبی، بیمارانی که دیابت دارن، بیمارانی که نیاز به شیمو درمانی دارن، یعنی چون تختا پره. ما برای این که نرسیم به این اوجی که یعنی این به حدی شیوع پیدا بکنه که تعداد مبتلایان زیاد بشه، باید قرنطینه بکنیم. حالا دولت که انجام نمیده، مرتب پاشه کرده توی کفش که به هیچ نوعی از قرنطینه تن نمیده، میگه مخالف به سلام مسائل فرهنگی، هیچ توضیح هم نمیده چه اشکالات فرهنگی در ایران وجود داره که همه کشورها میتونن قرنطینه کنن، ایران نمیتونه فقط. بعد میگه که اگر خود مردم همت نکنه، این تنها فاکتوری که متغیره، یعنی دست مردمه، اگر ارتباطاتشون رو با هم یه مدتی، حتی مثلا فرانسه 2 هفته کرده، یه عده اومدن به اصطلاح این قرنطینه رو به هم زدن، جریمه شون کردن، گفتن نخست وزیر فرانسه میگه یه سری احمق، با این لحن صحبت میکرد، یه سری احمق اومدن این قرنطینه رو به هم زدن، ما مجبوریم 2 هفته دیگه تکرارش کنیم، احتمال داره 2 هفته دیگه مجبوریم تمدیدش کنیم. حالا اگر مردم همکاری بکنن، دکتر آل داوود اینو توضیح میده، اگر مردم همکاری بکنن و این زنجیر ارتباطی رو قطع بکنن، یعنی ایزوله بشه این ویروس نتونه به سرعت مبتلا کنه، چون عاقبت این ویروس همه رو مبتلا میکنه، ولی باید آرام آرام مبتلا بکنه تا از عهده بر بیان، هم کادر پزشکی، هم مقدار تخت هایی که برای کسانی که ممکنه دچار مشکلات بشن بعد از این مثلا مشکلات ریوی به خصوص بشن، بتونه از عهده بر بیاد و شمار کشته شدگان بالا نره. خب اگه این الان از کی میخواد؟ این آقای آل داوود بسیار زیبا این مسئله رو توضیح میداد، از مردم، از جامعه مدنی میخواد که شما باید همکاری کنید. این همبستگی هنوز به طور کامل به حدی که از یک ملت فهیم ایران، با فرهنگ کهن ایران توقع میره وجود نداره. ما میبینیم حدود 1.5 یا بعد هم گفت 3 میلیون نفر در حال مسافرت هم در درون ایران الان در حال حاضر در ایام. خب الان چرا انسان نتونه برای چند هفته هم که شده این دیدارها رو انجام نده، ارتباطات تلفنی میتونن داشته باشن، با هم دیگه حرف بزنن، نباید حتما دیدار حضوری داشته باشن. اگه این جمعیت همکاری بکنه، جامعه مدنی موفق میشه، پیروز میشه. یکی از زیباترین پیروزی ها، اونم پیروزی بر یک به اصطلاح ویروسی که نه ثروتمند میشناسه، نه فقیر میشناسه، نه زن میشناسه، نه مرد، نه کودک، نه بزرگ، نه موقعیت، نه پست. الان میدید بسیار از مسئولین همین نظام هم گرفتار شدن.
خود این ویروس و نوعی که انتشار پیدا میکنه میشه ازش درس گرفت، پیامی ازش گرفت که ما این که میتونیم فائق بیام، ما این که باید بتونیم نظم دار بشیم، ما این که باید بتونیم همدیگر رو در مسائلی که ممکنه به وجود بیاد، مثلا الان مثال اقتصادیش هم میزنم خدمت شنوندگان محترم، ما این که باید در این فائق بیام. یک ملتی که حقوق خودش رو میشناسه باید از الگوهای خودش پیروی کنه. الگوی کادر پزشکی ایران و پرستاران اینان یکی از بهترین الگوهایی که قابل پیروی است. برای چی؟ برای که حقوق نه تنها حقوق خود رو بهش عمل میکنه، مسئولیت شناسه، بلکه حقوق بقیه رو هم بهش عمل میکنه، یعنی جانفشانی میکنه برای رعایت حق زندگی. اگر اینها الگو بشن، خود این جامعه مدنی معرفت به حقوق انسانی خود پیدا میکنه، به این فکر میفته که حقوق طبیعت رو من تا کجا تخریب کردم، با همه ما مردم جهان تا چه حد در این طبیعت رو تخریب کردیم که الان حتی این همبستگی جهانی به اون شکل وجود نیومده که همه بخواییم با همدیگه در این مسئله فائق بیان. هر کشوری درسته که ویژگی های فرهنگی خودش داره، مثلا تصمیمات خود رو میگیرن، ولی هنوز پیداست که این هماهنگی جهانی هم به وجود نیامده. کشورهایی هستن، خود امریکا رو در نظر بگیرید، میلیاردها صرف تسلیحات میکنه، اما جامعه خودش طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس خود کنگره خود آمریکا، آنچنان بخشهایش فقر، دچار فقر هستن که میگفت از مسئول وزارت بهداشت بپرسید که برای که یک به اصطلاح خرجش چقدر میشه یک نفر بخواد به دکتر مراجعه کنه که بیمه نیست، حدود 3 تا 4 هزار دلار گفت. خب یک کسی که بیمه نیست یا فقیره در امریکا یا که کار نداره، این در حد 400 دلار نداره که پس انداز بکنه که بخواد بهش حتی به دکتر مراجعه بکنه. پس باید اینا رو در اختیار اینها پول قرار داد، ولی جامعه ای که آماده نیست، یعنی در زمانایی که دچار مصیبت ها نبوده نساخته. مثلا بیام سر جامعه خود ما، کادر پزشکی ما، امکانات پزشکی ما، بیمارستانای ما در حد جامعه 80 میلیونی نیست. صرف به اصطلاح بحران هسته‌ای شده، صرف جنگ شده، صرف به اصطلاح بیکفایتی هایی شده، بحران پشت بحران ساختن، تا اینکه وضعیت ایران و بودجه ایران انقدر که با حکم حکومتی مجلس هم اصلا هیچ کار است، نمیتونه حتی نگاه به این لایحه بندازه، تصویب میشه از مردم دور که صرف بتونن هزینه های جنگ تو سوریه و یمن رو تامین بکنن. یه سری فروش ثروت‌های ملی، حالا بیان رو تبعات اقتصادی، رفتارهای به اصطلاح اقتصادی که در جامعه ایران وجود داره، الان اعلام کردن در کل جهان 24 به اصطلاح 7 میلیون نفر در جهان حداقلش گفتن بیکار میشن. سازمان بین‌المللی به اصطلاح امور کار گفته حالا در ایران یه عده نمیتونن وارد قرنطینه بشن. استدلالشون چیه؟ میگن من کارگر روزمزد، اگه نرم سر کار قراردادم ندارم، تأمین اجتماعی هم نمیشم، تأمین اقتصادی هم نمیشم، من اگه نرم سر کار از کجا بیارم زن و بچه هم سیر کنم؟ یه کارگری رفته بیرون کار کنه، کرونا گرفته، اومده خونه، 5 تا بچه داشته و همسرش همه رو مبتلا کرد. خب اینا جامعه که نمیده، الان آخو دولت گفته که از پول نداشتش که به سر در واقع فروش نفته، اونم در شرایط تحریم، گفته بین 200,000 تومان تا 600,000 تومان بین طبقه مستمند من پخش میکنم. خب این امروز یه کارگر نشون میده 4 تا رقم 4 تا اقلام جنس خریده، 1 کیلو موز بود، یکم سیب زمینی بود، یکم خیار بود و نمیدونم یه ماده دیگه، میگه شده 480,000 تومان برای 4 رقم جنس کالا مواد غذایی، گوشت و اینام توش نبود، میوه بود بیشتر از مثلا سبزیجات. خب با 200,000 تومان کمک و باش فوق 600,000 تومان کمک مسئله حل میشه. الان امروز دولت آلمان اعلام کرد
حدود 40 میلیارد یورو میذاره برای کمک به این شرکت های کوچیک یا مغازه های کوچیکی که باید ببندن که اینا را دچار این وضعیت نشن، مثلا دچار ورشکستگی نشن. خب جامعه ایران این پشتوانه رو نداره، بنابراین خیلی هاشون از سر فقرن که نمیتونن در محیط خونه باشن سراغ کار نن، یعنی میفهمه گرسنه نمیمونه. اینجا کی میتونه کمک کنه؟ جامعه مدنی. جامعه مدنی است که باید حساب بکنه، هر محلهی حساب بکنن کی میتونه کمک بکنه به اصطلاح همسایهش، به دوستش، به دور و بر خودش. ولی من یه مثال کاملا شخصی خدمت رو عرض میکنم. خدا رحمت کنه مادر من، خیلی خیلی ببخشید مثال باید شخصی بزنم، ولی این به اصطلاح در من به اصطلاح برمی انگیزه من رو که این رو بگم. میگفت که به من که کودک بودم میگفت تو اگه از مسلمانی همین رو یاد بگیری که از هر طرف چه همسایت رو بداری، نگرانش باشی که گرسنه شب سر از زمین نگذارد، موقع دنیا بهشت میشه. تو همین یه دونه کافیه من اگه به تو به عنوان اخلاق یاد بدم. خب اگر این نوع نگاه وجود به جایی که جلوی در حرم ها حضور پیدا بکنن، جوشگاه بودن در حرم داره جوش میده، دوتا جوونن، یه عده متعصب سر فحش کشیدن به این جوشگاه بیچاره که الهی ذلیل میشی چرا در حرم منده، اونا گفت آقای محترم خرجه که پولی رو که خرج این کارا میکنی برو خرج درمان بچه هات بکن. فحشو کشیده به این جوشگار که چه روز داری در حرم منده، نمیفهمه این آقا که من ناقلم، یه عده دیگرم به سلام مریض میکنم و امامی نه حضرت معصومه نه هیچ امامی خودشون به سلام دخیل بستن به هیچ جایی شفا پیدا نکردن، خودشون به پزشک مراجعه میکنن. دیگه تاریخ رو که نمیتونن نقض کنن، اینا وجود داره. هر مسلمان با عقل میدونه که هم ائمه هم خود پیامبر به دکتر مراجعه میکرد، به حکیم اون دوره مراجعه میکرد و از مرده نمیشه تقاضای شفا کرد. وقتی علم وجود داره، وقتی میگه تعقل بکن، خود قرآن میگه تعقل کن، دانش بجو، به بهترین دانش زمان خود رو مجهز کن. خب یک همچین به اصطلاح وضعیت اقتصادی باعث میشه قرنطینه وجود نیاد. اگر جامعه همدیگر رو کمک نکنه، کمک مالی نکنه، تمام ایرانیان خارج کشور مسئولیت دارن به ایرانیان درون کشور، آدم هایی که به اصطلاح ثروتی دارن. الان که وقت کمکی به بقیه است که از فشار روحی اقتصادی جامعه رو نجات بدی که تو آیندت رو من تا اونجا که بتونم کنارتم. اینجوریست که به اصطلاح رفتارهای مدنی ما اعتلاع پیدا میکنه. جامعه مدنی باید فعال بشه، تصدی امور رو بر عهده بگیره. نهاد مطبوعات الان تکوتون خدا رو شد میبینیم کسان میان در بدون نگرانی از هنرپیشه هست، نویسنده هست، میاد توی به اصطلاح برنامه ها صریح نقدشو میکنه، بعضی مجبورشون میکنن که عذرخواهی بکنن، ولی پیداست از صحبت طرف که به حرفی که زده اعتقاد داره که این نظام بیکفایته و نتوانسته به اصطلاح کمک کنه به مردم ایران در حل این معضل مثلا کرونا. نهاد مطبوعات اگر اطلاع رسانی درست انجام بده، احساس وظیفه بکنه، خب این درد مردم کمتر میشه، اطلاعات صحیح‌تر و بهتر و دستبندی شده و با نظر در اختیار مردم قرار میگیره، نگرانی از بیکاری کم میشه، نگرانی از گرسنگی کم میشه. بچه های کاری که در ایران هزاران نفر وجود دارن، کودکانی که مرتب در معرض هر روزه این بیماری هستن و خودشون ناقلن. حالا میگن بعضی از بچه ها نمیگیرن، البته بعضی از ویروس شناسا میگن نه اینجوری نیست، بچه هم ممکنه بگیره، ولی این بچه ها بیان بیشترین ناقلان خود این بچه ها هستن که به جایی که در دامان پدر و مادر الان ازشون مراقبت کنن، در ناز و نعمت وجود در خانواده باشن، بیچاره ها کار امرار معاش خانواده هم بر عهده شونه و مرتب هم در معرض اطلاعی به این بیماری. خب این هم معضلات اجتماعی ماست.
به جایی که من برم، به جایی که برم سفر در ای که هم خودم رو به خطر بندازم هم بقیه رو، این پول این سفر رو تو خرج چند تا بچه کار بکن، خرج آموزش پرورشش کن. پس ایناست که جامعه مدنی از این فرصت باید استفاده بکنه، نگاه کنه کمبودای اجتماع من کجاست، من از نقطه نظر نظام سیاسی چه اشکالی دارم، چرا باید یک کسی بر من حاکم باشه به نام ولی فقیه که برای بودجه که اصلی ترین کار در واقع مجلس، حالا مجلس نظامی که ما اینجا قبول نداشتیم، ولی برای این حسن حکومتی صادر کنه و بگه لازم نیست مجلس به این بودجه رسیدگی بکنه. نظامی که در امر سرنگونی هواپیما به من دروغ گفت، نظامی که در انتخابات تقلب میکنه، نظامی که در آبان ماه این همه جوون و نوبابگان کشور رو به گلوله بست، خب من بهش اعتماد ندارم. پس من باید در پی یک بدیل باشم که مبتنی بر حقوق، اعتقاد به حقوق داشته باشه، الگوی رفتار به حقوق داشته باشه و جانشین کنم. من تا چند سال میتونم گرفتار کرونا به عنوان ویروس باشم، هم یک کرونای مهلکتری به نام نظام ولایت فقیه. اینجاست که بعد از این فرصت‌های قرنطینه ذهنی استفاده کرد، به خود فرو رفت، در خود فرو رفت، غور تفحص کرد در این خود مسئولیت من کجاست، من کجای این به اصطلاح جبران این خطاها رو من میتونم، چرا من باید انقدر تحمل کرده باشم که بحران پشت بحران این جامعه فرا به اصطلاح این نظام بر من، برای من به وجود آورده. من الان چگونه میتونم این جامعه مدنی رو تقویت کنم؟ در رفتارهای مدنی من چه تغییری باید رخ بده که مشارکت برای اداره کشور شروع بشه در این جامعه؟ گسترش بدم این به اصطلاح تعاون اجتماعی رو، تعاون اقتصادی رو. ما این که صاحب این ملت مملکت هستیم، ما ملتیم. الان جامعه آلمان شرقی با یک شعار آمد خیاب گفت ملت ماییم، ما ملتی. اگر این به باور مردم ایران بنشینه، در بهش تبدیل بشه به یک وجدان جمعی، وجدان علمی، وجدان تاریخی، دست به دست هم بده و قبول بکنن که شمایید که همه کاره کشور هستید، جامعه مدنی به سرعت میتونه تقویت بشه، چون عمل خوب خیر بر خود میافزایه، نه اینکه تک تک مثل جزیره های تنها باشه، همجوری که بحران ها بر همدیگه افزودن، عمل شر هم به همین شکل بر خود میافزایه. امیدوارم که این مسئله ابتلای به این بیماری کرونا در سطح جهان ابتدا بشر رو به تفکر وابداره که تا چقدر ما این طبیعت رو تخریب کردیم، چه نقشی داشتیم که در جدایی ها الان این به اصطلاح جهانی شدنی که فرم سرمایه داریش در این ابتلای به کرونا ضعف مفرط خودش رو نشون داد. دیدن و الان تلویزیون آلمان یه دونه برنامه خیلی جالب نشون داد که مواد اولیه آنتیبیوتیک اصلا کاری به کرونا نداره. آنتیبیوتیک میگه فقط حالا شما مردم نگران کرونا هستید که ویروسه، چند ماه دیگه هیچ گونه آنتیبیوتیکی تو داروخونه های اروپا گیر نمیاد، برای که مواد اولیهش دست چینه، چون طبق قانون جهانی شدن ارزون تر از همه ارائه میداده، الان در انحصار اونه و مدتیست که نداده. این مواد در هند در چند کارخونه ای که بسیار هم کثیف بود این کارخونه ها واقعا، ترکیب میشه به شکل کیسه های به اصطلاح پودر، این مواد میاد به اروپا تبدیل میشه به قرص یا به اصطلاح کپسول و به داروخونه ها میره. بعد میگفت که وقتی که الان چین چندین ماه صادر نکرده، اروپا تا چند وقت دیگه، چند ماه دیگه با کمبود آنتیبیوتیک روبرو میشه و همه بیماری هایی که نیازمند آنتیبیوتیک هستن به مشکل روبرو میشن. خب این هم از تبعات جهانی شدن نوع سرمایه داری. نباید به اینها فکر کرد. ما در کتاب قانون اساسی، یک دقیقه فرصت داریم، بله بله، ما در کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر مبنای حقوق پنجگانه در بخش جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی اتفاقا به همین معضلات پرداختیم که چگونه باید یک جامعه جهانی مبتنی بر حقوق شکل بگیره
که در موارد به صلاح عمران طبیعت در تصمیم گیری هایی که به کل جهان ربط داره بر اساس عدالت و رعایت حقوق انسان ها، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جهانی به عنوان یک مجموعه نگاه کردن این معضلات رو حل کنه. پیشنهاد میکنم در این فرصت قرنطینه اینو کتابا خونده بشه، اینا آینده ایران رو بررسی میکنه. پیشنهاداتی است برای بهتر اداره کردن ایران. از این مشکلات و مهلکه ها درس بگیریم، به فکر ساختن یک بدیلی باشیم که بتونیم جایگزین این به اصطلاح بختک کرونای واقعی بکنیم که نظام ولایت فقیه. امیدوارم به سوال شما در حد توان و بذات فکری خودم پاسخ داده باشم. خیلی ممنون از شما، امیدوارم که مردمم به پند اندرزای شما گوش کنند و خود را قرنطینه کنند و یک در یک وفاق ملی به همدیگه یاری رسونند، گرچه از نظام بریدن، از خودشون که نبریدن، بله از پدر مادرشون که نبریدن، از خواهر برادرشون که نبریدن. بله، من نه توصیه‌ای نه پیشنهادی در دل با هموطنان میکنم و در همه اینها اول از همه خودم رو موظف و مسئول میدونم. اینجور نیست که تفته شده بافته باشم، خود من اول از همه همین کار رو خواهم کرد. با سپاس از شما، تا فرصت دیگر به درود میگیم، سال خوب و ممنون و متشکر. باز هم هر روز مردم ایران نوروز باد و همه اونهایی که نوروز رو جشن میگیرن. با سپاس خدا نگهدار.